سرخط خبرها. نامنی‌ها در شمال کشور پای رئیس جمهوری را به مزار شریف کشید. جلسه فوق‌العاده رئیس جمهوری با مسئولان امنیتی و شماری از رهبران جهادی. آیا حکومت با آرایش تازه به مصاف مخالفان خواهد رفت؟ نقاط ضعف و کمبودها در تمام موارد بحث صورت گرفت که شهر مزار شریف یک شهر استراتژیک و شهر مهمی است. به هر شیوه از شهر دفاع شود. در دومین روز از نشست صلح قطر هیچ توافق مهمی به دست نیامده است. با هیئت‌های هر دو طرف به طور جداگانه نشست‌های داشتند و این نشست‌ها امروز و فردا ادامه دارد. از جانب هیئت دولت جمهوری اسلامی افغانستان طرح و دیدگاه صلح بایشان شریک ساخته می‌شود. و رزمایش مشترک نظامیان چین و روسیه کاخ سفید را آشفته ساخته است. آمریکا از چین خواست در گفتگوهای ثبات استراتژیک شرکت کند. ما به جنگ را تشویق می‌کنیم که در مورد اقدامات عملی برای کاهش خطرات بی‌ثبات کننده رقابت‌های تسلیحاتی و درگیری با ما همکاری کند. بسم الله الرحمن الرحیم. بینندگان عزیز سلام بر شما. به این بسته خبری از تلویزیون تمدن خوش آمدید. و حال هم مشروع خبرها. محرم، ماه پیروزی خون بر شمشیر و عاشورا، بزرگترین تراژدی تاریخ بشریت است. واقعی که در آن علی اصغر شش ماهه، حبیب کهنسال و امام زین العابدین بیمار همگی وارد میدان جنگ شدند. اکنون پس از 14 قرن عاشورا نه تنها یک واقعه جانسوز تاریخی که به یک عامل قوی برای وحدت و نزدیکی مسلمانان تبدیل شده است. مسلمانان در ماه محرم در سراسر جهان در کنار هم به سوگواری می پردازند. نوحه می خوانند، سینه می زنند و گریه می کنند. اما چرا؟ در این گزارش به این پرسش که چرا عزاداری می کنیم و هدف از قیام امام حسین چیست اشاره ای داریم. سوگواری، رسمی که قرنها پیش از امامان معصوم نسل به نسل منتقل شده است، از اهل بیت علیهم السلام تا پیروان آنها که تا امروز پرچم عزاداری را زنده نگه داشتند. هدف و فلسفه عزاداری هم زنده کردن یاد شهدای کربلا و یاد و خاطره همون حرکت ها و همون ارزش هایی که امام حسین و یارانش در اون مسیر به شهادت رسید و بدنهایشون قطع قطع شد. عاشورا بزرگترین تراژدی تاریخ بشریت است. واقعی که حالا به یک مکتب در جهان اسلام مبدل شده است. عاشورا نه تنها یک مکتب که اکنون دژ محکمی است در برابر دشمنان اسلام و عامل بزرگی است برای اتحاد و همبستگی مسلمانان. واقعی که مسلمانان را در ایام محرم در کنار هم جمع می کنند و به عزاداری می پردازند. اما چرا عزاداری؟ به خاطر که یعنی امام حسین در راه اسلام، به خاطر اسلام فداکاری کرد، خانواده خود فدا داد. از این خاطر ما باید عزاداری کنیم تا مو موضوعات حادثه روز عاشورا زنده بونه و تا زنده بونه و ازش دست باید بگیریم. ما میتونیم از درس های عاشورا، از آموزه های عاشورا، از الگوگیری اینها میتونیم درس بگیریم. از پیام های بزرگ عاشورا اقامه نماز حتی در سخت ترین شرایط است. حالا با گفته عزاداران، آنان سوگواری میکنند تا به یاد شهدای کربلا ارزش های این واقعه بزرگ را زنده نگه داشته و خود راه زندگانی را پیدا نمایند. عزاداری همراه و توأم با نماز، عزاداری همراه با اخلاق نیک، برخوردها و رفتارهایی که تداعیگر پیروان حضرت ابا عبدالله حسین علیه السلام باشد. عالمان دینی همچنین میگویند معنویت هایی که در ماه محرم کسب می شود
نباید ویژه این ماه باشد. به گفته آنان، عزاداری ابا عبدالله الحسین علیه السلام با گرفتن درس‌های در این ماه باید رفتار خیش را در باقی ماه‌های سال نیز مزین براه و منش حسینی بکنند. رئیس جمهور غنی در سفر چند ساعته برای بررسی وضعیت امنیتی شمال و ولایت بلخ رفت و نشست امنیتیش را با نظامیان و چهره‌های سیاسی پشت درهای بسته برگزار کرد. در این نشست بر آغاز عملیات پاکسازی در ولایت بلخ تاکید شده است. رئیس جمهور غنی در حالی به ولایت بلخ سفر می‌کند که مرکز 7 ولایت از کنترل دولت خارج شده است. برخی از نمایندگان شمال می‌گویند رئیس جمهور غنی برنامه برای بهبود وضعیت امنیتی ندارد و چنین سفرهایی بی تأثیر خواهد بود. پیشروی طالبان در شمال پای رئیس جمهور غنی را به ولایت بلخ کشاند، جایی که درگیری‌های نفسگیر بین نیروهای دولتی و طالبان جریان دارد. در ولسوالی دهدادی چند کیلومتر دورتر از آن، رئیس جمهور غنی نشستی امنیتیش را در مقام ولایت و پشت درهای بسته برگزار کرد برای بررسی وضعیت امنیتی شمال. هدف از سفر بررسی وضعیت عمومی و امنیتی زون شمال بود، علاوه بر جلسات امنیتی با رهبران جهادی و سیاسی جلسه داشتند و در مورد چگونگی بسیج مردمی، انسجام و تجهیز خیزش‌های مردمی تحت چتر نیروهای امنیتی و دفاعی کشور بحث و تبادل نظر نمودند. رئیس جمهور غنی در حال به بلخ رفتن که از نو ولایت شمال، مرکز 7 ولایت از کنترل دولت خارج شده و دولت تنها مراکز ولایت بلخ و فاریاب را در اختیار دارد. همزمان با سفر رئیس جمهوری، قلوردوی 207 پامیر از کنترل دولت خارج شد. در اوضاع آشفته شمال، رئیس جمهوری دست به دامن رهبران سیاسی جهادی شده است. آقای غنی در این نشست گفتند عملیات بازپسگیری در شمال به زودی آغاز می شود. تقویت صفوف و ارزیابی و آسیب شناسی نقاط ضعف و کمبود در تمامی موارد بحث صورت گرفت که شهر مزار شریف یک شهر استراتژیک و شهر مهمی است، به هر شیوه از شهر دفاع شود. گپ تازه همی بوده که ما پروسیجر همی بسیج مردمی را کوتاه ساختیم به اساس یک فرمان که اینا در طی یک روز بتانند در اردوی ملی تنظیم شوند و مماشات خوب. با این حال، این دومین سفر رئیس جمهوری در کمتر از یک ماه به ولایت بلخ است. برخی نسبت به برایند این سفر خوشبین هستند، اما شماری رئیس جمهوری را به بی‌برنامگی متهم می‌کنند و این سفر را عبث. و حالا متاسفانه یک برنامه واضح و مدونی که بتانه از اراضی افغانستان و از مردم افغانستان دفاع کنه ندارد. همزمان با پیشروی طالبان در شمال، برخی از چهره‌های سیاسی برای مدیریت اوضاع ستاد مردمی را شکل دادند. باورها این است این صفبندی ها به جای نمی رسد مگر با حمایت حکومت و اتحاد سیاسیون. سلوک اداره مشترکی را یعنی احزاب تشکیل می دهند که بزرگان هم در کنار دیگر مسئولین می بوده باشد و از حمایت های هوایی و کماندو و امکانات های بیشتری به خاطر بسیج مردم. ولی مشروط به این که رئیس جمهور اعتماد کامل بر خیزش های مردی و رهبرای سیاسی یا حاکم در شمال داشته باشه، بپذیره که اینا تصمیم گیرنده هستند، بپذیره که اینا میتونن که جنگ مدیریت کنن. همزمان با سفر رئیس جمهوری به شمال، مدیریت جنگ در کشور هم دستخوش تغییر شده. هیبت الله علیزاده فرمانده قول اردوی عملیات های خاص به عنوان رئیس ستاد ارتش و به جای او سمی صادات گماشته شده است. برای بحث بیشتر در این مورد هم اکنون گفتگویی دارم با آقای محمد امیری، معاون سخنگوی ریاست جمهوری. آقای امیری، هدف رئیس جمهوری در شرایط کنونی از سفر به مزار شریف چیست؟ بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام خدمت شما و بینندگان خوب شما، امروز رئیس جمهور اسلامی افغانستان غرض بررسی وضعیت عمومی و امنیتی زون شمال به ولایت بلخ سفر کردند.
در اونجا با مسئولین امنیتی و دفاعی نیروهای امنیتی و همچنان با رهبران جهادی و سیاسی جلسه داشتم. در این جلسه فیصله بر این گردید که یک مرکز برای هماهنگی و انسجام نیروهای خیزش‌های مردمی ایجاد شود و همچنان بسیج عمومی مردم برای دفاع از وطن در زون شمال تسهیل گردد. در همین حال گفته های وجود داشت که این بار رئیس جمهوری و فرماندهان جهادی صلاحیت های بیشتری را برای کنترل جنگ می دهد. آیا در این مورد توافق صورت گرفته؟ در این سفر رئیس جمهور با نشست هایی که با مسئولین امنیتی و همچنان با رهبران و شخصیت های سیاسی و جهادی داشتن فیصله بری شد که مرکز و مکانیزمی برای هماهنگی هرچه بهتر نیروهای خیزش های مردمی در هماهنگی با نیروهای امنیتی و دفاعی کشور ایجاد شود. این مرکز یک نقش مهمی برای سوق اداره و اکمالات و تجهیزات نیروهای مردمی در هماهنگی کامل با نیروهای امنیتی و دفاعی کشور خواهد داشت. خیزش های مردمی و نیروهای امنیتی در شمال کشور برای کنترل جنگ از کی دست به کار شده و اولویت های آنها چی خواهد بود؟ با افزایش جنگ و خشونت ها از سوی طالبان مردم شریف افغانستان از یک ماه بدین سو نیروهای خیزش های مردمی را در گروه های متفاوت در سر تا سر افغانستان به حمایت از نیروهای امنیتی و دفاعی کشور ایجاد کردند، که اما به خاطر هماهنگی و انسجام بهتری این گروه ها یک مرکز سوق اداره ای که من خدمتتان عرض کردم ایجاد شد تا بتواند هم بسیجای مردمی را مدیریت کند و هم اکمالات این گروه ها را بهتر مدیریت کنم. همچنان اولویت های این گروه ها دفاع از شهرها، دفاع از ولسوالی ها در مقابل دشمنان این وطن در هماهنگی کامل با نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان خواهد بود. تشکر از شما آقای محمد امیری، معاون سخنگوی ریاست جمهوری. و حال هم ادامه خبرها. نشست سه روزه قطر امروز نیز با حضور نمایندگانی از کشورهای آمریکا، روسیه، چین و پاکستان ادامه داشت. هرچند جزئیات دقیقی از این نشست با رسانه‌ها شریک ساخته نشده است، اما سخنگوی شورای عالی مصالحه در صفحه توییتر خود نوشته که نشست ترویکا درباره صلح افغانستان امروز برگزار شد. در داخل کشور اما تاکید شهروندان این است که کشورهای اشتراک کننده فشارها را بر طالبان و حامیان این گروه برای ختم جنگ بیشتر کنند. کیلومترها دورتر از اینجا مذاکرات نیمبند صلح قطر یک بار دیگر جان تازه ای گرفته. آن هم در شرایطی که جبهات جنگ داغ است و طالبان بیش از هر زمانی بر تبل جنگ کوبیدند. دیروز در آغازین روز این نشست رئیس شورای عالی مصالحه از جامعه جهانی خواست که پیام واضح به طالبان در مورد صلح افغانستان بدهند. امروز هرچند جزئیات دقیق به دست رسانه ها قرار نگرفت، اما یک عضو هیئت گفتگو کننده صلح و سخنگوی شورای عالی مصالحه از ادامه نشست گفتند و بحث هایی که در مورد صلح صورت خواهد گرفت. زیادی از کشورهای منطقه و جهان و نهادهای معتبر جهانی به منظور ایجاد هماهنگی روی تقویت، سرعت و به نتیجه رسیدن مذاکرات صلح افغانستان در دوحه گرد هم آمدند. با هیئت‌های هر دو طرف به طور جداگانه نشست‌های داشتند و این نشست‌ها امروز و فردا ادامه دارد. در این نشست نمایندگان از کشورهای آمریکا، روسیه، چین و پاکستان نیز حضور دارند، کشورهایی که بدون شک هم در شعله‌ور ساختن جنگ و نیز در آوردن صلح نقش فعال در افغانستان دارند. تمام کشورهای زیردخل در قضیه و امور افغانستان در اینجا جمع است. امیدوار هستم که به یک فیصله خوب اینا تن بدن و یک تصمیمی عاجل برای بیرون رفته از وضعیت کنونی اینا در نظر بگیرن.
از سوی هم برخی ها به نتیجه نشست به خصوص حضور زلمه خلیلزاد به دیده شک می نگرند و باورشان این است که نشست هم مثل گذشته بی نتیجه خواهد بود. تا زمانی که آقای خلیلزاد باشه با برداشتیم، نه تنها که ما در سر نزدیک می بشیم بلکه آتش جنگ در افغانستان شلوارتر خواهد شد و ما در افغانستان نسبت به سابق شاهد ازدیاد خشونت ها خواهیم بود. اما انتظار مردم از این نشست متفاوت است. برخی ها هنوز دل به ادامه چنین نشست های بستند و شماری تاکید بر فشار بیشتر بر طالبان و حامیان این گروه دارند. جنگ رای حل نیست. وقتی که جنگ رای حل نباشه، اگر ما 20 سال دیگر هم جنگ بکنیم، پس مجبور هستیم باید بشینیم، باید یک مذاکره بکنیم. وقتی که مذاکره باشه، چی از این که ما این همه مردم را به کشتن بدیم و زیربناهای ما از بین بره، قتل عام ها صورت بگیره، چی بهتر از این که ما امروز صلح بکنیم. بالای کشورهایی که حامی تروریسم هستند، بالای کشورهایی که حامی نمی جنگ و بدبختی هستند و بالای خود طالبان، باید یک فشار، یک قدرت بزرگ بالای اینا وارد شود. در اون صورت این مذاکره نتیجه میده. با این همه چشم ها به فردا دوخته شده، پایان این نشست و تصمیم کشورها در مورد صلح افغانستان دیده شود. آنچه که کشورها به خصوص آمریکا بر ختم جنگ در افغانستان گفته، عملی خواهد شد یا نه؟ کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان از وضعیت بد آوارگان جنگی در کشور ابراز نگرانی می کند. این کمیسیون می گوید بیجا شدگی همزمان با همگیری ویروس کرونا، خشکسالی، بیکاری و فقر زندگی را برای مردم افغانستان به خصوص بیجا شدگان ناشی از جنگ و ناامنی دشوارتر از هر زمان دیگر کرده است. گزارشی از همکارم مصطفی برهانی. اینجا پارک شهر نو کابل است، جایی که روزانه صدها خانواده و جمع هزاران خانواده بیجا شده در کابل افسوده می شود. خانواده هایی که اکثر آنها از ولایات شمالی کشور به اینجا پناه آوردند. آنها از وضعیت اسفبار و نگران کننده خود شکایت دارند. کلی تیارا زده زد، کشی خواهی خدار ما کشتا شدند. ای بدخشان صاحب نداریم، به صاحب از بدخشان به صاحب تو تک قطر دیگه و دیگه و دیگه خارج میگردی. بیا از آن مردم تو خبر شو، بیا مردم تو خیر بده، بیا مردم تو نان بده، بیا مردم تو جای بده. اولاد من کولاریا زده تو بغلم میمیره امروز، خدا اولاد تو. در این حال کمیسیون مستقل حقوق بشر با ابراز تأسف از وضعیت آوارگان جنگی از سازمان ملل و جامعه بین المللی می‌خواهد که برای جلوگیری از فجایع انسانی بیشتر در افغانستان اقدامات جدی را روی دست بگیرد. ما برای 5000 خیمه آمادگی داریم که ما 5000 خیمه را آماده بسازیم که تا هموطنان ما که از گوشه و کنار بیجا شدیم حداقل اینا بتوانند یک سرپناه موقت برشان یعنی تعیین شود. با این حال امرالله صالح معاون اول ریاست جمهوری در صفحه فیسبوکش نوشته که از تمامی ملا امامان مساجد در کابل خواسته تا دروازه های این مساجد را برای جابجایی مهاجرین باز بگذارند. او گفته دستور داده تا تمامی حوزات امنیتی با بیجا شدگان داخلی در این مورد همکاری کنند. این در حالی است که بیجا شدگان جنگ میگویند با وجود اسکان چندین روزهشان در نقاط مختلف پایتخت تاکنون هیچ کمکی از جانب مسئولان حکومت دریافت نکردند. نبود غذا، آب آشامیدنی، سرپناه و خدمات بهداشتی از مهمترین مشکلات این خانواده ها اند. امیال این سه روز میشه نی کمپل از نی بالشت از مردم از خانه خود آورده دادن، نی نان از نی دیگه است. مدت سه روز میشه ما از قندوز آواره شدیم آمدیم در این شهر کابل، اما هیچ از کسی از مسئولین دولتی از کدام ارگان دیگه از ما احوالی نگرفته، پرسان نکده، آواره اینا میروی سرکا میگرد. چهار در گرفت، سرایا در گرفت، دیگه مردم آواره بود. خود ما مینه 12 نفر هستیم، دینه روز حرکت کردیم آمدیم شام رسیدیم در کابل. این طرف قضیه اما کودکان است، کودکانی که با هر قیمتی دنیای کودکیشان را احیا میکنند با بازی کردن در پارک و غافل از دغدغه های والدینشان.
گویا خبر ندارند که جنگ و ناامنی چه سرنوشت نامعلوم و مبهمی را برای آنها رقم زده است. در حالی که دامنه بحران کم آبی در کشور در حال گسترش است، اداره ملی تنظیم امور آب اما میگوید کار روی 10 بند آب در کشور جریان دارد. این اداره میگوید در زمینه مدیریت منابع آبی در تلاش جذب سرمایه گذاری های استراتژیک از سوی بخش خصوصی و سازمان های بین المللی در این عرصه است. این در حالی است که بحران کم آبی این روزها به یک چالش جدی در برابر شهروندان کشور تبدیل شده است. کم آبی، بحرانی که اگر برای آن راهکار سنجیده نشود روز به مسئله جدی تر از تروریسم و ناامنی تبدیل خواهد شد. خشکسالی، تغییرات اقلیمی، کاهش بارش برف و باران و استفاده بی‌رویه شهروندان از آب از دلایل کم آبی در کشور عنوان شده است. با این حال در اینجا مسئولان در اداره ملی تنظیم امور آب آمده اند تا از دستاوردهای این اداره بگویند. دستاوردهایی که تنها روی کاغذ و در چند طرز العمل و مقرره خلاصه می شود. در عرصه پالیزه سازی با تعداد 20 مقرره در بخش های مختلف منابع آب، 5 پالیسی، 2 استراتژی، 21 طرز العمل تکنیکی، 2 منوال دیزاین و راهنمود تکنیکی که مجموعاً به تعداد 51 سند می شود تصویب نموده. احمد ویس بصری در ادامه اما آبگیری بندهای کمالخان و شاو و عروس، ادامه کار روی 10 بند آبی و طرح تنظیم و ترتیب مدل توزیع آب در بند کمالخان را از فعالیت‌های عمده این اداره در محور توسعه منابع آبی دانست. وی تاکید کرد این اداره در تلاش جذب سرمایه‌گذاری‌های استراتژیک در این عرصه است. اداره ملی تنظیم امور آب برای تمویل کنندگان با ارزش 234 میلیون دلار آمریکایی طرح‌های پیشنهادی را برای دونارهای مختلف همانند صندوق سبز تغییرات اقلیم یا GCF و JF و LCDF، بانک جهانی، جایکا و دونارهای بین المللی جهت تمویل پروژه ها در بخش های مختلف شریک نموده است. با این حال دامنه بحران کم آبی در کشور روز به روز در حال گسترش است. گفته شده اگر دولت در این زمینه اقدامات عملی روی دست نگیرد، تا چند سال دیگر زندگی در کابل و سایر ولایت برای شهروندان ناممکن خواهد شد. همزمان با آغاز رزمایش نظامی روسیه و چین، آمریکا از بیجینگ خواست در گفتگوهای ثبات استراتژیک شرکت کند. وزارت خارجه ایالات متحده تاکید کرد قدرت‌های هسته‌ای باید مستقیماً برای جلوگیری از محاسبات اشتباه گفتگو کنند. نظامیان چین و روسیه در یک رزمایش مشترک در شمال غرب چین و با هدف تقویت روابط بین دو کشور در میان بی‌ثباتی شدید در افغانستان و افزایش تنش‌ها با آمریکا شرکت کردند. رزمایش مشترک نظامیان دو ابرقدرت آسیایی چین و روسیه در میانه افزایش تنش‌ها با آمریکا و بی‌ثباتی‌های فزاینده در افغانستان. رزمایش مشترک چین و روسیه با حضور نیروهای پیاده نظام و نیروهای هوایی دو کشور قرار است تا روز جمعه هفته جاری در منطقه خودمختار نینگشیاهوی ادامه یابد. رویش رزمایش نشان از مفهوم و سبک جدید از عملیات هاست که شامل پرواز در اعماق آسمان در موقعیت های راهبردی، عملیات خرابکارانه، هجوم هواپیماهای بدون سرنشین و سایر استراتژی های عملیات های مشترک در چندین حوزه و برای پیروزی سریع است. کشورهایی که نیم قرن پیش به خاطر اختلافات مرزی ماها با هم جنگیدند، حالا اقدامات آمریکا علیه این دو کشور آنها را در کنار هم قرار داده است. اکثر ناظران بین المللی این رزمایش را هشدار برای آمریکا می دانند. به گفته آنان روابط بین این دو دولت در بحبوحه بلا تکلیفی در مورد بی‌ثباتی در افغانستان تقویت شده است.
بزرگترین منافع دو کشور مخالفت با آمریکا و تضعیف این کشور در غرب است. این به صورت فوق‌العاده برای تقویت روابط دو کشور اهمیت دارد. همزمان چین با راه اندازی یک برنامه گسترده در تلاش توسعه زرادخانه هسته‌ای خود نیز برآمده. در صورت تکمیل آن، این کشور در سال 2050 با توان نظامی آمریکا برابری خواهد کرد و حتی پیش بینی شده که در بیشتر زمینه‌ها از این هژمون جهانی پیشی خواهد گرفت. حرکت راهبردی که باز هم زنگ خطر در ایالات متحده را به صدا درآورده. ما معتقدیم مهم است که به نفع همه باشد که قدرت‌های هسته‌ای با یکدیگر صحبت کنند. ما مستقیماً در گفتگوی عدم اشاعه شرکت کنیم تا در مورد کاهش خطرات هسته‌ای و جلوگیری از محاسبات اشتباه بحث کنیم. ما بیجینگ را تشویق می‌کنیم که در مورد اقدامات عملی برای کاهش خطرات بی‌ثبات کننده رقابت‌های تسلیحاتی و درگیری با ما همکاری کند. بیجینگ و مسکو هدف این رزمایش را تقویت عملیات مشترک ارتش‌های چین و روسیه در برابر اقدامات تروریستی و نشان دادن عزم راسخ و توانمندی دو کشور برای همکاری مشترک به منظور تأمین امنیت و ثبات منطقه‌ای و بین‌المللی عنوان کردند. با باور خیلی‌ها، رزمایش چین و روسیه نشان دهنده رسیدن مشارکت استراتژیک جامعه دو کشور به یک سطح بالای جدید برای یک دوره تازه و اعتماد متقابل استراتژیک است. در ادامه تهدیدهای کره شمالی، پیونگیانگ اعلام کرد کره جنوبی و ایالات متحده فرصت بهبود روابط را از دست دادند و با انتخاب تشدید تنش از طریق اجرای مانورهای نظامی مشترک خطر یک بحران امنیتی جدی را به وجود می‌آورند. در اوایل روز پیونگیانگ تماس‌های ارتباطی با سئول را نیز قطع کرده بود. پیش از این کیم یو جون، خواهر قدرتمند رهبری کره شمالی، هم با سئول و واشنگتن بر سر مانورهای نظامی مشترک سالانه هشدار داده بود. قرار است واشنگتن و سئول تا چند روز دیگر مانور بزرگ نظامی برگزار کنند. برخی منابع خبری ایرانی از ارائه فهرست وزیران پیشنهادی ابراهیم رئیسی به مجلس این کشور خبر دادند. بر اساس گزارش‌ها لیست کابینه جدید به صورت غیررسمی ارائه شده و هنوز قطعی نیست. قرار است روز شنبه لیست نهایی توسط رئیس مجلس ایران اعلام شود. ایران با چالش‌های گسترده مواجه است و رهبری این کشور در روز تنفیذ حکم ریاست جمهوری ابراهیم رئیسی بر معرفی هرچه سریع کابینه مجلس شورای اسلامی تاکید کرده بود. با وجود اختلافات شدید دولت جو بایدن و دموکرات‌ها با جمهوری‌خواهان، صنایع آمریکا طرح $1 تریلیون قانون سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها و مشاغل را تصویب کرد. این قانون بعد از چند ماه کشمکش حزبی شدید با 69 رأی مثبت تصویب شد و حالا برای تایید به مجلس نمایندگان ارجاع داده شده. تحلیلگران تصویب این قانون را یک پیروزی بزرگ برای بایدن خواندند. بخش عمده این پول روی حمل و نقل ریلی، زیرساخت آب، افزایش و بهبود اتصالات و ارتباطات، ساخت ایستگاه‌های شارژ موتورهای برقی و تعویض لوله‌های اصلی سرمایه گذاری خواهد شد. وضعیت آب و هوای چند شهر کشورمان و شماری دیگر از شهرهای جهان. کابل آفتابی 35-20، بامیان آفتابی 27-11، جلال‌آباد آفتابی 38-28، غزنی آفتابی 32-16، قندهار آفتابی 40-21، قندوز آفتابی 39-21، لشکرگاه آفتابی 41-23، مزار شریف آفتابی 37-27، نیلی آفتابی 32-18، هراد آفتابی 37-19.
اسلام آباد نیما آفتابی با احتمال بارندگی 35-26، تهران آفتابی 38-27، دبی آفتابی 40-32، دهلی نیما آفتابی 36-28 و مکه آفتابی 44-32. و در پایان مروری بر سرخط خبرها. نامنی‌ها در شمالی کشور پای رئیس جمهوری را به مزار شریف کشید. جلسه فوق‌العاده رئیس جمهوری با مسئولان امنیتی و شماری از رهبران جهادی. آیا حکومت با آرایش تازه به مصاف مخالفان خواهد رفت؟ نقاط ضعف و کمبود در تمام موارد بحث صورت گرفت. که شهر مزار شریف یک شهر استراتژیک و شهر مهمی است، به هر شیوه شهر دفاع شود. در دومین روز از نشست صلح قطر هیچ توافق مهمی به دست نیامده است. با هیئت‌های هر دو طرف به طور جداگانه نشست‌های داشتند و این نشست ها امروز و فردا ادامه دارد. از جانب هیئت دولت جمهوری اسلامی افغانستان طرح و دیدگاه صلح بایشان شریک ساخته می شود. و رزمایش مشترک نظامیان چین و روسیه کاخ سفید را شفته ساخته است. آمریکا از چین خواست در گفتگوهای ثبات استراتژیک شرکت کند. ما بجنگ را تشویق میکنیم که در مورد اقدامات عملی برای کاهش خطرات بی‌ثبات کننده رقابت های تسلیحاتی و درگیری با ما همکاری کند. با پایان این بسته خبری رسیدیم. از توجه و همراهیتان جهانی سپاس. خدا نگهدار.